خب ما در ویدیو برنامه قبلی اومدیم در خصوص مرحله سوم صحبت کردیم که تو ماده 1013 بود. گفتیم محکمه میتواند از امینی که معین میکند تقاضای ضامن یا تضمینات دیگر نماید. حالا یک سوال پیش میاد، خب این مال رو در حقیقت دادگاه داره میده به یک امین. حالا ما یه بحث امانت داریم، گفتیم امانت چی هست؟ امانت عبارت است از بودن مال شخصی در نزد دیگری به نحوی که حفظ و نگهداری آن بر شخص دوم واجب میشه. حالا ما اگه بخوایم یک طبقه بندی بکنیم، میگیم دو نوع امانت داریم در حقیقت. یکی امانت قانونی یا امانت مالکی، بگیم اول امانت مالکی رو بگیم، یه امانت مالکی داریم یه امانت قانونی داریم. اگه بشه نوشت، یه امانت قانونی داریم. خب امانت مالکی، حالا اگه از ما بپرسن اینکه محکمه میتواند از امینی که معین میکند، حالا محکمه اومد یک نفر رو امین کرد، آیا مال رو اومد در اختیار او گذاشت، این امانت مالکیست یا امانت قانونی؟ ما میگیم این امانت قانونیست. چرا امانت مالکی نیست؟ امانت مالکی کجا بود؟ اگر خود شخص بیاد مالش رو برای نگهداری به دیگری سپرده باشه، مثل عقد ودیعه، مثل عقد آریه، اونو میگفتیم امانت مالکی. اما اینجا داریم به حکم قانونگذار، با اذن قانونگذار، ما داریم مالی رو در اختیار دیگری قرار میدهیم، پس بهش میگیم، چون به اذن قانونگذار هست بهش میگیم امانت قانونی. در واقع به جهت عدم دسترسی به شخص غایب، میگیم دادستان به نمایندگی از جامعه میاد چیکار میکنه؟ یک امین رو شناسایی میکنه، به دادگاه معرفی میکنه. حالا دادگاه میاد اون امین رو بررسی میکنه، بررسی و احراز شرایط اون امین رو. اگر احراز اون شخص امین بود، که حالا شرایطش خواهیم گفت چه شرایطی باید امین داشته باشه، اون موقع اونو میاد به این سمت منصوب مینماید. پس از لحاظ این که قانونگذار گفته این مال باید در اختیار امین قرار بگیرد، میگیم امانت قانونی. از این لحاظ که دادگاه میاد اون شخص رو منصوب میکنه، ما میتونیم بگیم امانت قضایی. پس بنابراین اینکه محکمه میتواند از امینی که معین میکند تقاضای ضامن یا تضمینات دیگر بنماید، این از متن قانون میگیم امانت قانونی است، چون به اذن قانون گذاره. از طرف دیگه میتونیم بگیم امانت قضایی هم هست. چرا؟ چون دادگاه هست که او را به این سمت منصوب می نماید. پس بنابراین میتونیم بگیم امانت قضایی نیست، هست. یه سوالی پرسیدیم، گفتیم چه کسانی میتوانند تقاضای نسب امین بکنند؟ گفتیم یکیش دادستانه، بعد طبق ماده 1012 گفتیم اشخاص ذینفع، که گفتیم میتونن چه کسانی باشن؟ وارث باشه، بستانکاران هم باشه. آیا فقط وارث و بستانکاران و در حقیقت دادستان میتونن درخواست تعیین امین رو بکنن؟ خب اینجا بحثی داریم که از در حقیقت سیاق ماده ما میتونیم متوجه بشیم که ذکر وارث و بستانکار به عنوان اشخاص ذینفع از باب حذف نبوده. بنابراین اینها نمونه ها و مصادیق هستند. پس اشخاص دیگری هم میتوانن، حالا چه اشخاصی؟ اینا مهم هست. پس چه اشخاصی میتونن درخواست نسب امین کنن؟ اشخاص واجب النفقه غایب، مثل چی؟ مثل زوجه منقطعی که برای شرط انفاق شده، یا اقربای نسبی عمودی غایب که واجب النفقه او هستند. اینا میگیم هر چند جز وارث نیستن، حق تقدیم درخواست نسب امین از دادگاه رو دارن. پس یه موقع ممکنه به ما یک سوالی رو بدن، بگن چه کسانی میتوانن تقاضای نسب امین بکنن؟ بعد در گزینه ها آماده باشه مثلا مدعی العموم، وارث، بستانکار. بعد در یه گزینه هم اومده باشه مثلا در حقیقت اشخاص واجب النفقه غایب، یا مثلا چی؟ اقربای نسبی عمودی غایب.
که تو حقوق مدنی 5 شما میخونید، دیگه مبحثش من اینجا توضیح نمیدم، که در حقیقت عقربای نسبی عمودی غایب چه کسانی میشن. پس هر کسی که شامل عقربای نسبی عمودی غایب هم بشود که واجب النفقه او هستند، هر چند که اینها جزء وراث نیستند، حق تقدیم درخواست نسب امین از دادگاه رو دارن. پس اگر طراح سوال بخواد سوالی رو طرح کنه، میتونه اینگونه طرح کنه. این که ما میگیم پیش بینی بکنیم سوالات رو یعنی همین، یعنی پیش بینی یعنی که مثلا تا حالا یه همچین سوالی نبوده، امکان داره در آزمون وکالت 95 یه همچین سوالی بیاد. مثلا وراث هست، بستانکار هست، دادستان هست. پس یادون باشه اگر در گزینه ها آمده باشه مثلا اشخاص واجب النفقه غایب مثل زوجه منقطعی که برای شرط انفاق شده، یا اقربای نسبی عمودی غایب که واجب النفقه او هستند، هرچند اینا جز وارث نیستند، حق تقدیم درخواست نسب امین از دادگاه رو دارند. خب این مطلب هم پس متوجه شدیم. حالا سوالی که پیش میاد این هست که دادگاه صالح برای نسب امین کدام دادگاه هست؟ سوالی که مطرح میشه این هست که آیا برای نسب امین دادگاه خانواده صالح هست یا دادگاه عمومی؟ ببینید طبق ماده 3 قانون تشکیل دادگاه عمومی انقلاب، تو مناطقی که دادگاه مزبور تشکیل شدن، به کلیه امور مدنی و جزایی و امور اصلی با لحاظ قلمرو محلی با اون دادگاه ها خواهد بود. بنابراین دادگاه صالح برای نسب امین دادگاه عمومی آخرین اقامتگاه غایب است. پس اینو یادتون باشه. پس اگر از ما بپرسن کدام دادگاه برای نسب امین صالح هست، دادگاه صالح برای نسب امین، میگیم که چی؟ دادگاه صالح برای نسب امین دادگاه عمومی آخرین اقامتگاه غایب هست. این رو یادتون باشه. حالا چند تا سوال ممکنه در ذهنمون شکل بگیره. این که امینی که برای غایب میخواد مشخص بشه، پس گفتیم به وسیله دادگاه محلی که آخرین اقامتگاه غایب در اونه تعیین میشه. این یه نکته. حالا اگر غایب ما در خارج از ایران اقامتگاه داشته باشه، خب اقامتگاهش در ایران نباشه، چون گفتیم که غایب یا در ایران اقامتگاه دارد یا خارج از ایرانه. اگر اقامتگاهش در ایران بود که میگیم به وسیله دادگاه محلی که آخرین اقامتگاه غایب در آن است تعیین میشه. اگر غایب در خارج از ایران اقامتگاه داشت و حالا غایب مفقود الاثر شد، دادگاهی برای رسیدگی به امور غایب صالح است که آخرین محل سکونت غایب در آن حوزه است. پس بنابراین دقت بکنید به این نکته. گفتیم دادگاه محلی که آخرین اقامتگاه غایب در آن است، این صالح برای رسیدگیه، یعنی برای دقیقه تعیین امین برای غایبه. حالا اگر غایب ما در خارج از ایران اقامتگاه داشته باشه، ما بازم میگیم چی؟ دادگاهی برای رسیدگی به امور غایب صالح است که آخرین محل سکونت غایب در آن حوزه است. بنابراین اگر غایب ما در خارج از ایران اقامتگاه داشته، ما میبینیم که آخرین محل سکونت غایب در ایران در کجا بوده؟ در اون حوزه. هر دادگاهی که وجود دارد اون دادگاه میشه صالح. یعنی آخرین محل سکونت غایب میشه برای ما چی؟ اون حوزه‌ای که در اون دادگاه وجود دارد. پس بنابراین میگیم که دادگاه محلی که آخرین اقامتگاه غایب در آن است، اصل بر این صلاحیته که میگیم که این دادگاه صالحه که امین تعیین بکنه برای غایب. حالا اگر غایب ما در خارج از ایران اقامتگاه داشته باشد، دادگاهی برای رسیدگی به امور غایب سال است که آخرین محل سکونت غایب در آن حوزه بوده. ما میایم میبینیم که آخرین محل سکونت غایب کدام حوزه بوده،
در کدوم منطقه بوده، در اون حوزه دادگاهی که وجود دارد اون دادگاه صالحه طبق ماده 127 قانون امور حزبی. حالا اگر غایب ما نه در ایران اقامتگاه داشته باشد و نه محل سکنایش معلوم باشد، اون موقع میگیم که چی؟ در این صورت دادگاه محل اقامت یا سکونت ورثه غایب صالح است. حالا یه حالت دیگه هم وجود داره. حالت دیگه چی هست؟ حالت دیگه این هست که فرض بکنید غایب در ایران اقامتگاه نداشته باشه، خارج از ایران اقامتگاه باشه، اما محل سکنایش هم مشخص نباشه. اگه یادتون باشه در حالت قبلی میگفتیم آخرین محل سکونت غایب در آن حوزه است. ما نتونیم ببینیم که محل پیدا متوجه بشیم که محل سکونتش هم کجا بوده که بگیم اون حوزه صالح است. بنابراین اگر غایب نه در ایران اقامتگاه داشته باشد و نه محل سکنایش معلوم باشه که ما بگیم خب این آخرین محل سکنای غایب بوده، بنابراین حوزه مثلا در این حوزه قرار گرفته، بنابراین این دادگاه صالحه. پس بنابراین در جایی که محل سکنایش هم معلوم نباشه، در این صورت دادگاه محل اقامت یا سکونت ورثه غایب صالح است. پس بنابراین میگیم دادگاه محل اقامت یا سکونت ورثه، سکونت اون ورثه غایب اینجا صالحه. حالا اگر اقامت هر کدوم از این ورثه در یک شهر باشد، حالا اینجا اگر فقط یکی از براس درخواست نسب امیر رو بکنه که مشکلی به وجود نمیاد. چرا؟ چون همون شخصی که در حقیقت وارثی که درخواست نسب امیر رو کرده، اون دادگاه محل اقامت خودش صالح میشه. اما در صورتی که چند نفر از اونها درخواست نمایند، اون موقع ما باید چی کار بکنیم؟ اون دادگاهی که از نظر زمانی پیش از محاکم دیگر دادخواست رو ثبت کرده، اون موقع اون صالح به رسیدگیه. یعنی مثلا 4 تا وارثن، یه وارث اومده زودتر از دیگران چیکار کرده؟ درخواست کرده. وارث بعدی دیرتر درخواست کرده. اون وارثی که زودتر درخواست کرده در حقیقت اون دادگاه صالح به رسیدگی است. پس بنابراین اگر چند تا ورثه باشن اما یکیشون درخواست داده باشه، که خب مشکلی پیش نمیاد. چرا؟ چون میاد چیکار میکنه؟ دادگاه محل اقامت خودش میاد دقیقا درخواست نسب امیر رو مطرح میکنه. اما اگر چند نفر از اونها درخواست کرده باشن، مثلا وارث الف، وارث ب، وارث جیم، وارث دال، اینا هر کدوم یک زمانی اومدن درخواست رو مطرح کردن، اون دادگاهی که از نظر زمانی پیش از محاکم دیگر دادخواست رو ثبت کرده، این میگیم صالح به رسیدگی است. پس بیایم بیا اینو یه جنبندی بکنیم که اشتباه نکنیم. گفتیم که امین برای غایب به وسیله دادگاه محلی که آخرین اقامتگاه غایب در آن تعیین میشه. خب تا اینجاش که مشکلی نداریم. آخرین اقامتگاه غایب رو میبینیم کجاست؟ اون دادگاه میشه صالح. حالا اگر غایب در خارج از ایران اقامتگاه داشته باشد، دادگاهی برای رسیدگی به امور غایب صالح است که آخرین محل سکونت غایب در آن حوزه است. میبینیم آخرین محل سکونت غایب کجا بوده؟ اون دادگاه میشه صالح. حالا اگر غایب نه در ایران اقامتگاه داشته باشد، نه ما بتونیم محل سکنای غایب دقیقاً سکنای غایب رو مشخص بکنیم که بگیم خب این آخرین محل سکونت غایب بوده، چی کار میکنیم؟ اینجا میایم دادگاه محل اقامت یا سکونت ورثه غایب رو صالح میدونیم، که حالا میگیم اگر اقامتگاه هر کدوم از اونها در یک شهر باشد، فرض کنیم یکی مثلا اصفهان، یکی تهران، یکی شیرازه، اگر فقط یکی از اینها درخواست نسب امین رو بکنه که مشکلی پیش نمیاد، اون در همون دادگاه محل اقامت خودش میتونه درخواست رو مطرح بکنه. اما اگر مثلا اونی که در اصفهان، اونی که در شیراز، اونی که در تهران، همه اینها میان درخواست میدن، اون کسی که اومده زودتر درخواست داده، اون دادگاه میگیم صالح به رسیدگی است. پس تا اینجاش که مشکلی وجود نداره. حالا اگر ورثه، بریم حالت بعدی، اگر ورثه غایب در ایران معلوم نباشه، یعنی ما حتی نتونیم دیگه ورثه رو تشخیص بدیم، یعنی مشخص نباشه، تو وقت چه دادگاهی صالحه؟ دادگاهی صالحه که غایب در اونجا مال داره. حالا یا اینجا میایم دیگه به مال رجوع میکنیم.
حالا اگر غایب در چند شهر مال داشته باشد، پس اگر یک مال داشته باشه که در همون جایی که مال داره ما میریم دادگاه صالحه، اگر غایب در چند شهر مال داشته باشه، تمامی این محاکم، محاکم این شهرستان ها که مال در اونها وجود دارن، صالحه. و در صورت تقدیم چندین درخواست، دادگاهی که بدون به اون رجوع شده رسیدگی میکنه. پس بنابراین اگر در چند تا جا هم مال داشته باشه، اون دادگاهی که اول، یعنی به عبارتی بدون به اون رجوع شده، اون دادگاه صالح به رسیدگی است. حالا اگر غایب ما در ایران مالی نداشته باشه، در خارج از ایران مال داشته باشه، اون موقع باید چی کار بکنیم؟ اون موقع مامورین کنسولی حق دارن برای اداره اموالی که در حوزه ماموریت اونها واقع شده بیان به طور موقت نصب امین بکنن. بایدم تا 10 روز پس از نصب امین بیان چی کار بکنن؟ مدارک رو به وسیله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری بفرستن. بنابراین نصب امین وقتی قطعی خواهد شد که دادگاه صالح تهران تصمیم مأمور کنسولی را تنفیذ بکند. پس بنابراین اگر در حقیقت مال در خارج از ایران بوده باشد، این دادگاه صالح تهران هست که باید تصمیم مأمور کنسولی رو تنفیذ بنماید. یعنی نصب امین وقتی قطعی میشه که دادگاه صالح تهران بیاد تصمیم مأمور کنسولی رو تنفیذ نماید.